بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بنده حیات الله سلطانی هستم، باشنده کابل. بنده سید محمد نقوی هستم، مقیم امید هستم، باشنده کابل. اسمم سید شعیب مرتضوی است، یکی از باشنده های ولایت کابل. سلمان فارسی یکی از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و بعد از رحلت ایشان از اصحاب خاص امیرالمومنین امام علی علیه السلام بود و حتی شخص بود که در شب کفن و دفن حضرت زهرا سلام الله علیها حضور داشتند، یعنی که این نشان مقام و مرتبت سلمان فارسی را بیشتر بیان میکنه. سلمان فارسی تا جایی که ما معلومات داریم از جمله یاران و اصحاب پیامبر بود و بعد از او که پیامبرم به شهادت رسیدن از جمله یارای حضرت علی بودند. تاریخ نویسان میگن که سلمان فارسی یک شخص بسیار، یک صحابی بسیار زاهد، فاضل، عالم و بدور از رفاه و نعمت، یک شخص بسیار زاهد بوده دیگه، دنیا گرا نبوده و شخص بسیار با فضیلت و با عظمت بوده، همیشه هم همراه با فقرا بوده، فقرا را دوست داشته، هم نشینی با آنها بوده، دنبال زرق و برق و دارایی و مال دنیا نبوده و همه بزرگان مورخین این صحابه رسول خدا را خیلی تعریف و تمجید کردن، یکی از شخصیت های بسیار با فضیلت صدر اسلام بودندشان. سلمان فارسی یکی از اصحاب جلیل القدر پیامبر نازنین اسلام است، دارای مقام بلند و عالیه است، چون رسول مقبول، نیر اعظم، رسول دوسرا، آقا رسول الله صحابی زیاده داشتند. در بین اصحاب هر کدام جایگاه و منزلت خاص داشت که سلمان فارس یک جایگاه ویژه داشت و از کرامات خاص برخوردار بود و از مؤمرین هست و همچنان جایگاه ویژه داره که اصالت ایرانی داره و همچنان از طرف امارت اسلامی اون وقت یا از طرف دولت و یا حکومت اسلامی اون زمان که دوره خلافت خلیفه دوم بوده و بعد بعض منابع روایی دوران خلافت علی علیه السلام بوده، در مدائن به عنوان والی و استاندار نصب میشه و ایفای وظیفه میکنه. سلمان فارسی از نامشان معلوم است، از فارس است که فعلا ایران میباشه دیگه، همقدر مختصر در اونجا به دنیا آمدن و بعدا به طرف عراق و مدینه رفتن و از جمله یارای پیامبر و به دین اسلام مشرف شدن. سلمان فارسی از اصالتاً از فارس بوده، فارس که فعلا همی مشهورش همی کشور ایران است دیگه، فعلا به او میگن که فارس قدیم همی مناطق بوده. در قبل از اسلام ایشان در منطقه طبق اون چیزی که در بعضی تاریخ ها نوشته شده در خراسان قدیم که محورش خیلی بزرگ بوده دیگه، در خراسان در منطقه جی یک از محلات و روستاهای اصفهان ایران فعلی در اونجا متولد شده، در یک خانواده متروک هست که خانواده دهقان بوده. اصل نامش مهران هست و در بعض منابع روایی روزبه نقل شده است و چرا به سلمان معروف شده؟ این اسم زیبایی است که خود پیامبر نور، پیامبر مهربانی ها بهش لقب دادن. چرا بهش سلمان گفتن؟ سلمان میگن که مشتق شده از تسلیم شدن و تسلیم بودن، که مسلمان هم از امو جهت به مسلمان ها مسلمان میگنه، تسلیم به اوامر و دستورات الهی میباشن. سلمان فارسی هم که در موردش نقل شده از مؤمرین از 300-350 سال در منابع روایی نقل شده، عمر طولانی و بابرکت داشته که چند تا از آیین و ادیان را درک کرده است و تا رسیده به دین مقدس اسلام و اون گمشده خود را پیدا کرده که در منابع روایی یا مثلا در انجیل و تورات از اسقف اعظم مسیحیان شنیده بودند که شخصی به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آخر زمان می آید، دارای چنین ویژگی و خصوصیات هستند و بنا به تحقیقات بلند میشه میره در شام، از شام تا میرسه دستش به دامن آقا رسول الله در مدینه منوره و مسلمان میشه و ایمان میاره. سلمان فارسی سن دقیقش نمی‌فهمم که در سن چند سالگی به اسلام مشرف شدن، اما در سال اول هجری به دین اسلام مشرف شدن. سلمان فارسی دقیقش نمی‌دونم که در کدام سال مسلمان شده، اما
در مدینه پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از دیداری که داشتن اونجا مسلمان شد. مورخین میگن که امون اسقف مسیح با که در انجیل و تورات در اینجا خوانده بوده گفته پیامبر آخر زمان که آخرین پیامبر و بهترین پیامبران است، سه تا نشانه داره و یکی از نشانه های پیامبر اینه که صدقه را قبول نمیکنه و هدیه را میپذیرد و یک خال نبوت در شانه پیامبر خدا هست. که این واقعه وقتی که دنبال امی بوده تا اینکه پس از قضایای زیاده که ایشان از مسیر شام خلاصه به حجاز میاد و تا اینکه پیامبر را ببینه که در کاروان ایشان متاسفانه که گرفتار سارقین میشه و تمام مال و دارایی ایشان هم ربوده میشه و این را یک یهودی به عنوان یک غلام میگیره و رو میبره در مدینه. که وقتی که ایشان در مدینه میبرد بعد پیامبر خدا رو در اونجا میبینه که او زمان به عنوان برده بوده حضرت سلمان. بعد یک مقدار خرمایی را آماده میکنه برای از اون پیامبر، خواهد ببینیم که ایشان امون نشانه را دار نداره. وقتی که به عنوان صدقه وقتی که میبره و قبول نمیکنه، بعد متوجه میشه که یکی از نشانه های پیامبر که یعنی پیامبر آخر زمان است فهمیده شد، روشن میشه برایش. بعدش تا اینکه دوباره مثلا خلاصه پیامبر فهمیده بوده که یکی از کسانی دلباختگان است، یکی از کسانی که واقعا مسلمان واقعی در آینده خواهد بود، لذا بگونه میشه که شانه پیامبر را هم میبینه که اون نشانه ای که خالی که گفته بود و هم در اینجا است و هدیه ای که میده قبول میکنه. پس از اون دیگه مسلمان میشه و خیلی عاشق و دلباخته پیامبر خدا میشود. بله، در سال اول هجرت، در سال اول هجرت که ظاهرا چون در بعض منابع روایی آمده است سلمان فارسی 250 سال سن سال کرده، موثقش 250 سال گفته. حالا اگر ما بسنجیم در سال 300 در سال 36 هجری قمری از دار دنیا میره، یعنی 233 ساله 36 ساله بوده که به دین مقدس اسلام مشرف میشه و قبل از او را میگن که یک تا پرست بوده، به دین حنیف بوده، به دین ابراهیم خلیل بوده، یک تا پرست بوده و هیچ وقت و غیر از خدا به چیز دیگه سجده نکرده تا به این مقام بلند و عالیه رسیده است. سلمان فارسی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جایگاه ویژه، جایگاه ویژه و خاص برخوردار بود، چون نظر به معرفتی که داشت نسبت به پیامبر اکرم و دین اسلام ای باعث شد که جایگاهش بالاتر باشه. از عایشه ام المؤمنین نقل شده میگه که سلمان شبها تا خیلی دیر مثلا کنار پیامبر بود. یعنی چی؟ یعنی که خیلی هم نشینی با پیامبر بود، یعنی خیلی همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. از این خاطر است که در یک حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده که میگه که میفرماید که نگو سلمان فارسی بلکه بگو سلمان محمدی. سلمان فارس از محبوبیت خاصی نزد پیامبر بر خدا بودن که حتی درباره ایشان میفرماید سلمان من نو اهل البیت، یعنی سلمان از ما اهل بیت است. سلمان فارس در نزد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از جایگاهی برخوردار هست که آقا رسول الله در شأنش فرمود نگن سلمان فارسی، بگن سلمان محمدی، از سلمان و من نو اهل البیت، سلمان از ما خاندان است، چون محرم ای خاندان شد که علما هم گفتن محرم راز پیغمبر شد. یعنی آقا رسول الله از اون چی که در این عالم بود سلمان را با خبر ساخت و سلمان با اون سعی و کوشش و طینت پاکی که داشت به اون مقام رسید و در روایت هست که اگر اون زیبایی‌ها و اون ویژگی‌هایی را که سلمان داشت به سایر اصحاب میدادن مثل ابوذر و مقداد اینا، اونا توان تحمل درکش را نداشتن. این از ویژگی‌های خاص سلمان میتونه باشه. جناب سلمان از جمله یاران پیامبر هم از لحاظ علمی هم از لحاظ عدالت خیلی سطح بلندی داشتن و از جمله مشاورین پیامبر در غزوات بودن، به همین دلیل است که نزد پیامبر محبوب باشن. ممتاز بودن جایگاه سلمان نزد پیامبر همین معرفت و تقویش است. در رابطه با سلمان فارسی آقا رسول الله میفرماید که سلمان امیتو که گفتیم از سلمان و منا اهل البیت، اینم یکی از احادیثش است و همچنان پیامبر نازنین اسلام ویژگی‌ها و خصوصیاتی که در رابطه این
شخصیت والا مقام دیده بود و حتی در خیلی از غزوات و در خیلی از نبردهای مسلمین با کفار حضرت سلمان فارسی را به عنوان مشاور، یک شخصیتی که کهنسال است، دارای تجربه است، میای ازش نظر میخواد و تجربه از تجربیاتش استفاده میکنه. اصلا در غزوه احزاب بحث خندق کندن را سلمان فارسی به آقا رسول الله میته. آقا رسول الله خو علم عالم هستی در کف دستش است، رحمت للعالمین لولاک لما خلقت الافلاک هست، اما بازم او درس است برای امتش، برای بشر. یعنی میتونین شما پیرمردان و بزرگان را قدر بدانین و از تجربیاتش و از او ریش سفیدش استفاده کنین و قدردانش باشین. رسما آقا رسول الله برای امت خود یاد میته و میگه که میتونین شما از تجربیات بزرگان استفاده کنین، که دقیقا در این جنگ یا در این غزوه بس مطرح کردن خندق را سلمان فارس می آقا رسول الله میپسنده و ایزیدیان باعث پیروزی و موفقیت مسلمانان میشه. سلمان فارسی دارای ویژگی های خاص هسته. در نزد همه ائمه معصومین علیهم السلام به خصوص پیش مولا امیرالمومنین یک یار و مطیع تمام عیار آقا امیرالمومنین بود، چون علی علیه السلام امام زمان سلمان بود بعد از رحلت جانگداز آقا رسول الله و در کنار آقا امیرالمومنین بود. وقتی که سلمان فارسی در مدائن به عنوان والی و استاندار نصب میشه و تعیین میشه، ببینین علی علیه السلام برش نامه روان میکنه، نامه 68 نهج البلاغه، نامه خیلی بابرکت و نورانی هست. او در هر زمان در امی عصر ما و بر فردای ما و تا قیامت برای همه حکام و زمامداران پیام داره و درس داره. آنچنان که نامه 54 علی علیه السلام برای مالک اشتر در مصر استاندار بود که مالک دارای چنین شخصیت ویژگی باش، مالک برش دانه به دانه خطاب میکنه. اگر دیدی دو نفر اونجا با هم نشستن و پچ پچ کردن، تو به دل نگی که در مورد تو صحبت میکنی، تو چون تو حاکم هستی باید با اونا با دلش صاف و شفاف رفتار کنی. اگر کسی آمد به تو از نزدیکان و زیردستانتان خبر داد که فلانی دارای چنین ویژگی است، گپش گوش نده. اگر گپش گوش دادی تو چون حاکم هستید نسبت به اونا به دلت کینه میگیری و تو حاکم عادل نیستی از آدرس حکومت اسلامی. از این ویژگی ها رو برای مالک میگه. مثل از این ویژگی که برای سلمان علی علیه السلام در نامه 68 نهج البلاغه روان میکنه، میگه سلمان دنیا مانند مار خوشخط خالی است، مبادا این خوشخط خالی بودن مار از تو دلبری کنه، لمسش میکنی نرم به دستت میاد، مبادا از تو دلبری کنه و فریبت بده که فردا جوابگوی خدا و خلق خدا باشی. و این مار خوشخط خال به حسب ظاهر نرم است و زیبا هست، اما داخلش زهراگین است و خطرناک. بله، بناهن در پیش مولا علی علیه السلام از جایگاه خاص برخوردار است، چون علی علیه السلام بر سلمان فرمود سلمان ما ویژگی هایی که در وجود تو میبینم برای هر کس نمیتونیم اون رو بازگو کنیم، و اما برای خودت بگم از مرگ سلمان علی علیه السلام خبر میده. سلمان شما مدام و مستدام برین در قبرستان مسلمانان سلام بکنید به اهل قبور. هر وقت که اگر جواب سلامت را از اهل قبور شنیدید، بدان که او وقت مرگ شما فرا رسید است. سلمان مدام این کار را انجام میداد، همیشه به یاد گفته علی علیه السلام میفتید. روز رسید که آخرای عمر این شخصیت والا مقام بود که سلام میده به قبرستان، جواب سلامش را میگیره، اشک به چشمایش علقه میزنه، میگه آه حرف مولایم علی. جناب سلمان یکی از یاران حضرت امیر بودن، وقتی که با حضرت امیر باشن یعنی از الگو و اخلاق و تمامش سمت امیر میره و بیشتر عدالتشان بود که امر مبهوت خودش کرده بود. سلمان فارسی از دیدگاه حضرت علی علیه السلام یکی از چند نفر معدوده که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کنار امیرالمومنین علیه السلام ماندن، یکی از اونها سلمان فارسی بود که داد تا در شبش شهادت حضرت زهرا، وقتی که حضرت علی علیه السلام میخواست حضرت زهرا را
کفن دفن کنه، امام حسن امام حسین علیه السلام فرستاد دنبال سلمان، گفته که اگر میخوایی که در جنازه دختر پیامبر شرکت کنی بیا. سلمان رحمت الله علیه از شخصیت هایی است، از ویژگی های برخوردار هست که با وجود که این شخصیت والا مقام والی هست، حاکم هست، زمامدار است در مداین، اما باز هم میره لیف خورما بر میداره، جالبافی میکنه، کارهای شاقه انجام میده تا مبادا از بیت المال برداره، امرار معاش کنه و زندگی خود ادامه بده. میایه با پینه های دست خود روزی و قوت لایموت خود را آماده میکنه و زندگی خود پیش میبره، چون تربیت یافته دامان حضرت علی علیه السلام. علی علیه السلام حاکم است، امام است، ولی است، خلیفه آقا رسول الله است. این شخصی آمد در نزد آقا امام حسن علیه السلام، آقا جان فقیرم بینوایم چیزه. امام حسن علیه السلام رو کرد به طرفش، گفتون مرد را که میبینی بیل به دستش است در مزرعه کار میکنه، برین اونجا جواب شما را میده. بعدش اینا میاین پیش علی علیه السلام، علی علیه السلام میگه یک لحظه صبر کن، از اون کیسه نان را بیرون میکنه، نان که از آرد جو تهیه شده، برش به یک سختی به فشار میده میکنه، از اون نان میته سیل میکنه، میگه این چی رقم مرده، این چی رقم انسانه، چطور میتونی نان هضم کنه؟ میگیره و حرکت میکنه میره. بنابراین سلمان هم تربیت شده این خاندان است که از ویژگی های خاص برخوردار هست که در مداین با وجود که امیر است، حاکم است، بازم کارهای شاقه انجام میده، با مردم مدارا میکنه، اغنیا را در برابرشان هیچ وقت سر خم نمیکنه و با فقرا می نشینه و حاکمان زمامداران را به خاطر زمام و حکومت و پول و داراییشان هیچ وقت تعظیم نمیکنه، همیشه با فقرا هم نشینی داره و هم نوایی داره و دست فقرا را میگیره و یکی از یاوران و کمک کننده های فقرا می باشه. ویژگی این شخصیت والا مقام ای است که سلمان را متمایز میکنه با سایر انسان ها. تا میشه سلمان سلمان، سلمان که اهل بیتی است، سلمان که منا اهل البیت بهش لقب میتن و محرم راز ولایت و نبوت میتونه باشه. بله، با وجود که ایشان نقل شد که والی بود، حاکم بود در مداین و اونجا هم دفن میشه این شخصیت و امروز زائران خاص از گوشه کنار عالم هستی میره اونجا و زیارتش و قبرش دعا میکنن. یکی از ویژگی های ممتاز و خاص سلمان این هست که نزد عامه جایگاه خاص داره، یعنی برادران عزیز اهل سنت ما به سلمان زمنی که میگن سلمان اهل بیتی، سلمان و من اهل البیت، بهش یک لقب خاص ویژه هم داره که منحصر به خود برادرای اهل سنت ماست و سلمان گفتن، سلمان الخیر، سلمان الخیر، یعنی تمام خیرات و خوبی ها در وجود این شخصیت جمع هسته و سلمان دارای چنین ویژگی می باشه که همه مسلمان ها، همه امت قاطبه اسلام، امت پیامبر نازنین اسلام آقا رسول الله بهش احترام خاص و ویژه داره، چون جایگاه خاص و ویژه داشتن.